سلام. آغاز مذاکرات بین الافغانی در گرداب اما و اگرهای احتمالی، در حالی که سخنگوی رئیس جمهوری گفته است که تمام موانع از صد راه صلح دور شده و کارخانگی که برمیگشت به حکومت افغانستان انجام شده و هیئت مذاکره کننده صلح هم آماده است تا وارد دوحه قطر شود. و اما جناب طالبان در یک سکوت معنادار، چرا تب و تاب صلح این روزها راکت است؟ شورای عالی مصالحه ملی همچنان رئیس این شورا آقای عبدالله گفته است که آتش بس از موضوعات اصلی و محوری در مذاکرات بین الافغانی خواهد بود و همچنان به هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان گوش زد کرده تا از بحث جمهوریت و همچنان دستاوردهای 18 سال گذشته سیارت و تاکید داشته باشند. در میان قش و قوس های نوع نظام آتی، کدام نظام، آیا جمهوریت باقی خواهد ماند یا امارت سربرون خواهد کرد؟ و در نهایت امر چه موانع و صدهای در راه آغاز مذاکرات بین الافغانی وجود دارد؟ من منصور قریشی هستم، میزبان برنامه، و برای واکاوی و حلاجی موضوعات مرتبط به بحث صلح و احتمال آغاز مذاکرات بین الافغانی بیشتر صحبت میکنم با مهمانانی که در این برنامه با ما همراه هستند. جناب آقای لطف‌الله مشعل، والی پیشین ولایت لغمان که در استودیو حضور دارن فعلا، تا همچنان تا دقایق بعد جناب آقای فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، همچنان جناب آقای عبدالقادر قلاتوال، عضو مجلس نمایندگان، تا دقایق بعد با ما خوان پیوست. آقای مشعل، بسیار زیاد تشکر از حضور شما. اجازه بفرمایید از تاخیر شروع بکنیم. چرا تاخیر؟ عوامل، بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام. تاخیر مذاکرات یا گفتگوهای بین الافغانی عوامل متعددی داره. یکی از عواملش سفر هیئت بلندرتبه طالبان به رهبری ملا برادر به پاکستان و قناعت دادن یا به اصطلاح مشوره گرفتن از مسئولین پاکستانی بود که چی خطوط قرمز اونا برشان طرح میکردن، و در ضمن از یک سلسله مخالفت های درونی در بین رهبری طالبان بود که کی تیم مذاکره کننده را به پیش ببره، چون اول عباس ستانکزی و چند نام های دیگه مطرح شد. بعدا چون اکثر اینا عالم نبودن، این طالبای بودن که یا نظامی های سابقه بودن، به طالبا پیوسته بودن، یا مجاهدین جهادی یا به اصطلاح مجاهدین جنگی و سنگریشان بودن مثل ملا برادر، و یا ضرورت داشتن به کسی که عالم باشه، مفتی باشه و صلاحیت طرح حدود که یکی از مسائل حقوق بشری و بعضی موضوعات دیگه که در مورد قانون اساسی و نظامی که شما مطرح کردین، جمهوریت باشه یا امارت باشه، یک کسی باشه که گپ زده بتونه و امو پشتوانی علمی داشته باشه. مولوی حکیم حقانی که تازه به حیث رئیس گروه مذاکره کننده طلبا تعیین شده از طرف طلبا، اما یک شخصی است، آدم عالم در علوم فقهی و حدیث و فقه و تفسیر و علوم مروج دینی، عالم قوی است، و از عباس تانیزه ملا برادر کرده در علوم دینی و در مسائل فقه دست بالاتر داره، میتونه با گروهی که از طرف افغانستان تعیین میشه از طرف حکومت افغانستان با اونا به یک سطح بالا و با صلاحیت مذاکره بکنه، که بدبختانه ما همچو تیم پخته و پره از طرف دولت افغانستان که معرفی شده نداریم. یک معنی ای بود. معنی دوم کارشکنی های دولت افغانستان بود، مسئله بندی ها بود که چند بندی بود مسئله را به درازا کشید، این معنی بود. دیگه ایت موانعی نیست، معنی اصلی مشکلات داخلی طالبان بود و کم کم مشکلاتی که حکومت افغانستان میتراشیدن تا از یک موقف بالاتر با طالبان گپ بزنن، که بعد وقتا ایران صحیح مدیریت کردن نتونست. بله، گروه طالبان گفته که دلیل تاخیر مشکلات فنی و تکنیکی است. از دید شما مشکلات فنی و تکنیکی که مورد نظر طالبا است کدام ها است، و یا هم با گماشته شدن هیئت فعلی و ریاست هیئت متذکره میتونه مشمول او مشکلات تکنیکی باشه که طالبان بان کردن؟ تا کم تا یک اندازه بله، مشکلات تکنیکی به حساب گفته میتونیم که بعضی بعد از اینکه با پاکستانی آمدن
قرار اطلاعات غیر رسمی که در مطبوعات پاکستانی نشر شده، امیر رهبری یا گروپ طالبان نه تنها که با ISI و با صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه و یا دیدار و ملاقات های داشتن، با بعضی از رهبرای مهم جهادی و اسلامی یا به اصطلاح تنظیمای دینی مذهبی مثل جمعیت علمای اسلام مولانا فضل الرحمن و جمعیت علمای اسلام مولانا سمیع الحق حقانی و همچنان جماعت اسلامی سراج الحق با اینا دیدار و گفتگوهای زیادی داشتن. و به نظر من یکی از مشورهایی که شاید برشان داده باشه همین است که شما یک کس عالم یا آدم پخته‌تر در راس حیات مذاکره قرار بدین. یکی مسئله بعد از اینکه از پاکستان رخصت میشن، چون حیات تغییر کرد، کلشان نتونستن به وقت و موعود که قرار گذاشته باشن به دوحه برسن. ای فنی است، ولی در اصل کم اختلافات رهبرین بود. اختلافات ملا هیبت الله که در اصل طالباست میخواست کسی از اون نمایندگی کنه که او عالم و به اصطلاح همدردی زیادتر با علما داشته باشه. ملا برادر هم آدم مطمئنی برای اونا و معتمدی بود، ولی ملا برادر او صفتای علمی و تجربه فقیر نداره که با یک حیات مسلکی و عدلی و قضایی بحثا و گفتگو کنه. دیگه یک سلسله مشکلات فنی هم بود، ولی زیادترش اختلافاتی داریم. آقای شما اشاره کردین که در سفر آقای ملا برادر که 12 ساعت پس از تحریم پاکستان به پاکستان سفر میکنن، گفتین که با جماعت اسلامی پاکستان، آقای مولانا فضل الرحمن، با وزیر خارجه، با آقایان متعدد با رهبری حکومت پاکستان دیدار داشتن. فکر میکنین آژندایی که برای آقای برادر سپرده شد، یا آژندا به نیابت از طالبان وارد مذاکره میشه و یا هم به نیابت از منافع پاکستان که در میز مذاکره با حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان مطرح میشه؟ در اصل دای خوشک نیست، ایره طالبان میپذیرن، حکومت پاکستان، استخبارات پاکستان هم میپذیرن که طالبا سازمان یا گروه تشکیل شده توسط استخبارات و امو وینگ یا به اصطلاح شعبه خاصی که برای افغانستان بوده توسط اجازه ساخته شده. حتی که آقای صالح در مصاحبهشان با طالانی و اشاره کردن که آقای باجوا به صراحت پذیرفتن که تقریباً امی گپ نمیپذیرفتن. من مدت تقریباً 10-12 سال سخنگوی بخش های امنیتی دولت بودم، اینه میگه پای ما میگفتیم یا نمیپذیرفتن، ولی حالا میپذیرن. پس حالا دلیل در چی است؟ چرا این قرعه تغییر خورد و قرعه روی سکه دیگر حالا نمایان شده که پاکستان با وجود تحریم هایی که در لیست تحریم های خاکستری است، موضوعات دیگر میای از آن میکنن، این جرأت اخلاقی از کدام لحاظ به وجود آمدن و چقدر منافعشان را در این جرأت اخلاقی میبینن پاکستان؟ اصل مسئله جرأت اخلاقی پاکستان نیست، مجبوریت پاکستان است. پاکستان دو مجبوریت بنیادی و اساسی داره. مجبوریت اولشان مشکلات اقتصادی و ضرورت یا به اصطلاح مجبوریت به کمک های مالی نظامی امریکاست که بدون از اینا میتونه تسلیحات هسته‌ای و بعضی برنامه های تسلیحاتی بزرگ خود در مقابل هند کدام برنامه داره او را تمویل بکنه. یک مسئله دوم که از او کدام مهمتر است، پاکستان یا بخش امو استراتژیک استرنگث دپت که میگه یا امو عمق استراتژیکشان که در ISI یا در جایی که یا را استبلشمنت میگه در پاکستان اداری که اصل پاکستان اداره میکنه، یکی حکومت سیاسی است، اونا به این نتیجه رسیدن که به اقتدار رسیدن طالبان در افغانستان و ایجاد امارت اسلامی مجدد نه تنها که برای افغانستان مشکل زا و مشکل تراشی ایجاد میکنه، برای پاکستان هم به ضررشان است. از این خاطر به ضررشان است که وقت طالبان در افغانستان حکومت داشتن، سوات، باجاور، وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی هر چهار جنسی که تقریبا زیر دست پاکستان بود طالبانایز شد یا به اصطلاح طالبانی شد. پس شما میخواین آقای مشعل بگوین در نهایت تمر کنه حرفای شما، پاکستان در یک مجبوریت تاریخی قرار گرفته و لاجرم باید تن بده به بحث مذاکرات و پروسه صلح افغانستان؟ یک بله، مجبور است. از طالبان میترسه که طالبان اگر باز در کابل به حکومت قوی و مسلط بین، مردم صوبه سرحد و مردم کویته بلوچستان با یا همدردی مذهبی و بعض مسائل دیگه را دارن، اگر به نام دیورند این منطقه از دست ما نرفت، نتانست افغانستان از ما گرفت، به نام دین و مذهب این مردم از ما جدا میشه. یک و مسئله فشارهای امریکاست. اجازه فرمایید در بخش دیگر اگر شما موافق باشیم به بحث فشارهای آمریکا بپردازیم، رفت و برگشت کوتاه می‌گیریم.
باز هم خوش آمدین. آقای قلاتوال شما هم به برنامه بسیار خوش آمدین. داشتین در رابطه با تأخیر مذاکرات صحبت میکردیم، یک مقدار زیاد بحث‌ها رو با جناب آقای مشعل باز کردیم. میخوایم دید شما رو در رابطه با موضعی که حکومت افغانستان گرفته، آقای صدیقی گفتن که تمام موانع از آدرس حکومت افغانستان رفع است، کارخانه هایی که در رابطه با آغاز مذاکرات منوط بر حکومت بود رفع شده و انجام پذیرفته و همچنان ندای بر آغاز مذاکرات بر جانب طالبان کردن. چرا طالبان تا اینجای کار آماده نیستن؟ به نام خداوند بزرگ و توانا، نخست سلام و احترام به شما و مشعل صاحب و بیننده‌های محترم تلویزیون خورشید تقدیم میکنیم. در حقیقت هم یک سلسله مسائلی که مربوط به جانب حکومت بودن تا یک حد مرفوع شده که رهایی 5000 محبوسین بودن و شرط دیگی هم اصلا در مذاکرات بین الافغانی نه بود و نه کدام پیشنهادی در مورد صورت گرفته. آل مربوط به جانب طالب میشن که اونا شرایط بعدیشان چی است، ولی به نظر شخصی ما، از دیدگاه شخصی ما عرض میکنیم که ما منزل بسیار طولانی در پیش روی داریم و به یک مرحله و دو مرحله و سه مرحله ناممکن هستند که می فاصلهایی که در 20 سال ایجاد شده این نزدیک شود، ولی مردم افغانستان امیدوار هستند که از هر دو جانب متقاضی هستند که تماما اختلافات خود یک طرف کنن و انعطاف نشان بدن و مردم دیگه حوصله جنگ و جدل و حالتی که فعلا حاکم هستن سرشان ندارن. مردم به هر شکل اشکالی که ممکن هستن تقاضا میکنن که دیگه اختلافات و جنگ و ناباسامنی هایی که فعلا موجود هستن باید از میدان برداشته شون. بله، یکی از مورد که ظاهرا به نحوی میشد مانع تلقی شد و صحبت های آقای صالح است که بر سر نمادها صحبت میکردین که بیرق امارت را اینا اجازه نمیتن برافراشته شد و به حیث یک طرف که مشروعیت داشته باشد. در کجا؟ در کجا براف؟ در تولونیوس مصاحبه که آقای صالح داشت. ما یک تجربه یا نوستالژی تلخی از بحث نمادها داریم. در سال 1392 بحث ایجاد دفتر قطر که با برافراشته شدن پرچم طالبان بالاخره آقای کرزی تصمیم گرفت که دفتر را بسته بکنند. آیا موضوعات نماد میتونه موضوعات اصلی باشه که ما مذاکرات را به تاخیر بیندازه و چقدر قابل پذیرش هست؟ باید شما شاید باشن و باید ما هم هستن که نه تنها امرالله صالح بلکه دم وقت ولسی جرگه هم موضوع گیری داشتن و عملی که به خاطر ایجاد دفتر و به خاطر برافراشته شدن بیرق عکس‌العمل نشان دادن، ولی باز هم تفاهماتی که بعدن صورت گرفتن بین امریکا و قطر و ممالک دیگه که زیر دخل قضیه هستن یک اندازه اساسیت ها کاهش پیدا کردن و فعلا هم نظری که امرالله صالح اظهار داشتن ما فکر میکنیم که اون نظر شخصی شاید باشه و موضوعات قلاتوال آقای صالح از آدرس نظام جمهوری اسلامی افغانستان از آدرس معاون اول ریاست جمهوری صحبت میکنه. ما نقطه‌ای که شما یادآور شدین که بیرق در کجا؟ در میز مذاکره اگر قرار باشه مذاکرات آغاز شود، یک طرف بیرق سه رنگ افغانستان، دیگر هم از طرف بیرق سفید امارات. خب وقتی که گپ به می مراحل رسیدن ما فکر میکنیم که بسیار گپ های جزئی هستن که یا بیرق باشد یا بیرق نباشند. حالا بس همی است که مذاکرات با مانع به همراه هست. هیئت مقدماتی حکومت افغانستان هم گفته میشه که به دوحه قطر رفته و ظاهرا این موضوعات است که اونا تنظیم میکنن. فکر نمیکنین مشکل تراشی مقام ریاست جمهوری اگر عکس العمل نشان میدادن خوب تری بودن که در مورد رهایی 5000 محبوسین باید عکس العمل نشان میداد که در غیاب حکومت افغانستان وجه توافق صورت گرفت. حسی میتونه وقت کشی تلقی شه درست؟ گپ واضح هستن که از هر دو جانب یک اندازه بسیار بکندی پروسه صلح پیش میرن و ما پیشتر تقاضای مردم افغانستان از ما و شما که سه نفری که میشتیم ما فکر میکنیم که نه تنها موجودات حیه بلکه موجودات غیر حیه هم اگر از سیمایشان ما برداشت کرده بتونیم ضرورت به ای داره که باید صلح در افغانستان تامین شه و دیگه از منافع گروهی و سیاسی و اینا باید بگذرن. بانن که در 41 سال در 42 سال مردم افغانستان با میلیون ها انسان ها اینجا از بین رفتن
و دیگه تحملش به هیچ وجه برای هیچ کس نیست. بسیار خوب. آقای مشعل اجازه بفرمایید امی بحث آقای صالح را یک مقدار با شما بازتر بسازم. آقای صالح گفته تا زمان عزت مردم افغانستان حفظ نشود تحت هیچ فشار خارجی تن به مذاکره نخواهند داد. دو بحث در سالهای طولانی ظاهرا مبهم از بحث حفظ عزت و همچنان صلح با عزت. فکر نمیکنین چون چه جناب آقای خلطوالا اشاره کردن که وقت کشی این موضوعات میتونه موضوعات باشه که عملا صد بر صلح باشه؟ مصاحبه امرالا صالح اکثرا تناقض گویا بود. خود امی گپه که مثلا امرالا صالح میگه که عزت مردم افغانستان دو صلح نباشه ما نمیخوایم. خود جنگ عزت نیست، جنگ بی‌عزتی است. مردم ما اگر بی‌عزت هستند و در جنجال هستند از دست جنگ است، عامل اساسی جنگ است. پس ای گپه که صلح با عزت، من این عزت باور ندارم. صلح ولو که صلح بد هم است از جنگ که بهتر است. مشکل اساسی خود تیم امرالله صالح است، خود دولت ساز یا به اصطلاح گروپی که حاکم هستند اینا مشکل تراشی میکنند. با گفته افغانا اگر کل ملت بگوید که 2000 نفر الابت یا بندی کو کسی اعتنا نمیکنه و برای گفتی دو سفارت خارجی اعتنا میشه، در این معلومه شه که مشکل از خود حکومت است. وقتی 4500 نفر رها میکنن از کسی پرسان نمیکنن، نه رئیس جمهور، نه امرالله صالح و نه قاضی القضات، نه لوی سلام وال، نه رئیس محابس. ولی وقتی که باز گپ به 400 نفر میرسه که عین مجرم است، عین جرم، طالب یک است، طالب خوب نداره یا طالب بد نداره، خب کسی که متهم به خیانت ملی و بغاوت علیه نظام است و جنگ مسلحانه میکنه یک تعریف داره. یکی یکی 10 نفره کشته، یکی 20 نفره، در جنگ خالوا بیازو پخش نمیشه، خب طالب طالب است. وقتی ایش همه این رنگ است، ایش ها سفید است، اینی هم موانعی که بود دولت ایجاد میکرد. دولت در صدد ازی بود مزاق فکر میکنه و صلح را بازی دادن واره، مثل که ملت تا دیگه چیزا بازی میتن میگن بیاد این بازی بتی ملت صلح همه کنیم صلح همه کنیم، ولی یا به هر صورت از 5 سال خود تیر شدنی نیستن، یا میخوان 5 سال تیر بکنن ولو که صلح نبه. دیگه ما به این گپ سالس مخالف هستم که عزت افغانستان، مردم افغانستان دو صلح نه باشه ما نمیخوایم. و به در مشکل جنگ بی عزتی افغانستان. بس همین جا ساقه مشعل چند مورد شما اشاره کردین. اول موردی که اکثریت خبیران سیاسی نقطه انتقاد میگذارن بر این است که تیم فیلی که بر اقتدار است و اینان قدرت به دست دارن با آسانی تا 5 سال زعامتشان را تمام نکنن تن به صلح نمیدهن. موضوع دیگری که میتونیم در ردیف موانع برای آغاز مذاکرات بشماریم موضوع 24 کماندوی امنیتی بود که بالاخره 6 کماندو رها شد، بقیه سرنوشت 18 کماندو تا اینجای کار مشخص نیست. بحث دیگر 6 زندانی گروه طالبان است که تا اینجای کار حکومت رها نکرده و به دوحه قطر در نظربند نفرستاده. این موانع را کی ایجاد کرد؟ و با توجه به صحبت های شما واقعا ارگ نیات برای صلح و آغاز مذاکرات داره؟ نه، نیت خود نداره. انما الاعمال به نیات، این تیم نیت نداره. ولی سرشان فشار است. فشار ترامپ، تلفن های مشاور امنیتی ملی امریکا به رهبری کشور. این یا فشار است. صدای ملت، عزت ملت، بی‌عزتی ملت، این فشار است. اما آقای صالح آقای ترامپ را یک آدم روانی عنوان میکنه. عنوان میکنه آقای صالح را این گفا جایش جنیس. آقای صالح مهره امریکایی بود. آقای صالح 9 سال به تکیه به زور CIA و استخبارات امنیت ملی کار میکرد. همکار ما بود، ما کدام مشکل چی ندارم، ولی این غلط است. امرالله ترامپ شاید مشکلات داشته باشه، اون مسئله خود امریکاست، با ما مشکل نیست. امریکا نو نظام داره، خودشان میفهمه کارشان. اما در این بره حساس برای ما ترامپ مفید است. این مال ترامپ برای ما مفید است، خاطر است که ترامپ صلح میخواد. ترامپ برای انتخابات خود دستاورد میخواد که از ساکر خود بکشه. خوشبختانه اینمی کار اگه دیوانگی میگم اگه هوشیاری ترامپ برای ما مفید است که کشور ما بعد از 40 سال صلح می. ولی حال دولت مردان ما و شما از ترس از دست دادن قدرت حاکمیت احساس مشکل تراشی میکنن ولی نمیتونن. اون لوی جرگا با اکثرت قاطع طرفداری صلح را اعلان کرد. دولت البته نه حکومت، دولت که پارلمان و مشران و جرگه ولسی جرگه و ملت است، اینیا طرفداری صلح را میکنن. مشکل تراشی های این سلسله مشکلاتی است. اصل مشکل پیشتر که یاد شد نمادها یا بیرق یا نظام، اصل گپی نمیجاست. دولت ما اینمی تیم دولت ما آمادگی نداره که برای طالبان قطع طالبان بگه که ما چی میخوایم.
ام اکثر اعضای که معرفی شدن یا تعریف نمیفهمن کمی بین جمهوریت و بین ملوکیت و خلافت و امارت فرق چی است؟ بسیار خوب. این ولی تیم طالبا یا خوشبختانه یا بدبختانه تیم بسیار قوی علما و از لحاظ فصاحت و مسائلی که وامی خواهند وزرش اعتبار داره به مزعم خرد خودشان وام دستن تیم ما آمدن. بسیار خوب. آقای قلاتوار، رئیس شورای مصالحه ملی گفته که آتش بس از موضوعات موردی آغاز مذاکرات خواهد بود، همچنان به هیئت مذاکره کننده دوحه با مسرت گوش زد کرده تا از دستاوردهای 18 سال و همچنان از نظام جمهوریت اینا سیانت و حفاظت بکنند. این موارد را شما چقدر محتمل میدانین و چقدر در همزمانی با آغاز مذاکرات فکر میکنین که آتش بس اعمال خواهد شد؟ در جور آمد و در تامین صلح اصلا اصولا گپی اول آتش بس است. در صورتی که جنگ ادامه پیدا میکنن اصلا مذاکرات بخاطر چیست؟ بهتری هستن که اول آتش بس اعلان شوه، خاطر ازی که اصلا در جنگ در صدای مرمی صدای دیگر شنیده نمیتونیم و ما شما وقتی که شاهد جنگ باشیم توقع امیدواری اصلا به صلح چی داشته باشیم؟ طبیعی است که اول باید آتش بس صورت بگیرن و به نظر شخصی ما شاید در مرحله اولی که فعلا هیئت رفته در مرحله دوم تعویض شوه، حیات های دیگه شاید تعیین شوه مرحله به مرحله، ولی تا جایی که در کشورهای دیگه به خاطر تامین صلح مذاکرات صورت گرفته عین فرمول در افغانستان هم تطبیق میشه، شاید سالها را در بر بگیرن و شاید امیدواری که مردم افغانستان داره متاسفانه یک واقعیت تلخ هستن شاید به ناامیدی مبدل شوه و اگر در این مراحل هم تامین صلح و مذاکرات نتایج مثبت نداشته باشه اصلا دیگر رایی نیستن که مردم امیدوار باشه و خوبتری هستن که اول آتش بس صورت بگیرن بعدا مذاکرات دوام پیدا کنن و یک اندازه تفاهمات اصلا میشن که آتش بس حاکم شود و در قدم دوم تا جایی که ما میشنویم رهبری شورای عالی صلح اصلا این ظرفیت ندارن که چیزی که لازم باشن یا چیزی که تقاضای مردم افغانستان هستن عملی کنن و شما ببینین که از روزی که به نام شورای عالی صلح یک نام اعلان شده تشکیلاتشان در کجا هستن، اینا سر چی کار میکنن هستن و فقط و فقط منفیگرایی امی که قبول نداریم و نیمانم و امی فرهنگ باید دیگه از بین برداشته شد. شما بحث بسیار موردی را اشاره کردین و ظاهرن این بحث را باز کردین. حکومت گفته ما آماده هستیم، آقای صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری گفته هر زمانی که مذاکرات آغاز شوه و جناب طالبان اظهار آمادگی بکنن ما وارد دوحه قطر میشیم. اجازه بفرمایید شما بپرسم، من حیث نماینده مردم افغانستان در پارلمان، حکومت با چه آژندا، چقدر متحد، چقدر دیدگاه های متعدد تضاد افکار روی یک چتر گرد هم آمده و برای منافع ملی افغانستان خط قرمزها ترسیم شده و یک سیمفونی یک صدایی را این هیئت داره. تحلیل شما چی است؟ هنوز خو مذاکرات آغاز نشده. گپایی هستن به این سوالات وقت جواب داده میشه که اصلا مذاکره صورت بگیرن. ما فکر میکنیم که فعلا خو خواسته های هر دو جانب بسیار بلند هستن و تقاضای حکومت هستن که طالبان در بطنشون باید مدغم شوند. اما برعکس طالبا تقاضای داره که حکومت باید در بطن از و مدخم شود و صحبت هایی که گفته یگان تا گپای سر چوک هستن هنوز تایید نشده، انحلال حکومت هستن، انحلال پارلمان هستن و ما از حالتی که نظام زیر سوال بیاد بسیار خاطرات تلخ داریم و نباید به خاطر تهدید به نظام چنین مسائلی آغاز شود. حکومت ها تغییر و تبدیل میشن اما خدا نخواسته اگر نظام ما سال 71 واری از بین رفت باز ترمیمشان بسیار مشکل است. آقای قلاتوار، نفس صحبت ما این بود که در صورت تضاد دیدگاه ها وجود داره، از یک آدرس فرمان صادر میشه، آدرس دیگر فرمان را دستکاری و تشبث در کارش میدانه، از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده صلح
برخی ها باور هستند که اصناف متعدد تقسیم شدند، هر کدام آژندای مشخصی به خود دارند. انتباه شما از شکلیات این هیئت چه است؟ چقدر آماده بودند؟ چقدر آماده هستند؟ و چقدر به نیابت از مردم افغانستان اتون صحبت؟ ما پیشتر عرض کردیم که هیئت صلاحیتی از این نداره که تصمیم بگیره. هیئت از اردو جانب وقتی که مذاکرات صورت میگیرن، شرایطی که به دیگه میگن میشه با بزرگای خود مشوره کنن. اما طالبان تصمیم میگیرن؟ نخیش، ما متیقن هستیم که تصمیم گرفتن. اسوشیتد پرس گزارش داد که هیئت مذاکره کننده جدیدی که از سوی ملاحبت الله صحه گذاشته شد صلاحیت حتی امضای تفاهمنامه صلح هم دارند. ما در پشتو یک مطل داریم وای که آس تکنای دهی میدان لندنای دهی. این سوال در میتولی هفته برای شما شاید جواب گفته شوه و ما به این متعقین هستیم. پیش از پیش ما از دیدگاه شخصی خود ما میگیم که اصلا اصولا خوب هیئت مذاکره کننده تصمیم گیرنده نیست. اونا طبیعی هستن که شرایط انتقال کنن و شما یادداشت بگیرین که شاید در مجلس بادی اگر اینجا بودن ما شاید می گپ یادآور شویم که طالبا با مو مرحله اصلا مذاکرات نرسیده، اول آغازشان هستن. باز چطور اونا صلاحیت تفویض میکنن که باید تصویب کنن و امضا کنن؟ گپا بسیار دور هستن. یعنی میخواین بگین که طالبا این حرفشان واهی است؟ شاید مبصرین سیاسی همین گپ مطبوعات گفته باشه، اما نقل قول و ما شما میفهمین که خبر چند نوع هستند که روزنامه‌ای که به خدمت شما اشاره کردم اسوشیتد پرس یک روزنامه بسیار معتبر بین‌المللی است. خب ما زیاد از نیویورک تایم و از دیگه ما شنیدیم، ولی ما شما دیدیم که مسائل وقت پس میگذاریم که زمان، یعنی حرف قرآن شریف نیستن که بلا تشبیه که اونا چیزی که گفتن به مو شکل هستن. هر وقت که صدا ما شما از نگاه اصل ژورنالیسم میفهمیم که خبر چند نوع هستند. سه نوع خبر ما شما داریم و خبر نقل قول هستند. هر وقت که صدای شخصی مسئولی که سخنگوی شده از خبر قلابی بوده. بسیار تشکر. رفت و برگشت کوتاهی داریم، دوباره برمیگردیم. باز هم خوش آمدین آقای مشعل. در رابطه با تصمیم گیری در قبال پرسه سال جناب آقای قلطوال اشاره کردن، امروز در پاسخ به پرسش یک خبرنگار آقای صدیقی که خبرنگار سوال کردن که در رابطه با سال بالاخره کدام مرجع تصمیم خواهد گرفت، گفتن که اول هیئت مذاکره کننده است، عقب هیئت مذاکره کننده شورای مصالحه ملی است، عقب شورای مصالحه ملی مردم افغانستان است. اینکه مردم افغانستان چی است تا مشخص نشده که لوی جرگه میتونه باشه، ارگ میتونه تصمیم بگیره. از دید شما در حال ابهام بودن بحث تصمیم گیری در رابطه با سال چقدر یک مشکل کلان میتونه باشه؟ اصل مشکل همی است. اصل مشکل از این خاطر همی است که دولت یا حکومت یا کسی را بعد از مشکلات زیاد بالاخره وام خیر ببینه قناعت کرد به حیث رئیس شورای عالی مصالحه تعیین کرد با اختیارات و صلاحیت های عام و تام در قبال صلح. ولی باز اول معاون اول می امرالله خان می در مسائل صلح گپ میزنه، حتی خطوط قرمز ای رسم میکنه، در حالی که کار شما نیست. حکومت مشکلات دیگه داره، امنیت رو جور کنین یا مشکلات رو جور کنین. شما بانی نمیره و دکتر صاحب عبدالله، دکتر صاحب عبدالله قانونا اصولا و طبق همی رضایت رئیس جمهور اینی مسئله برای سپرده شد. حالا اینی مسئله را صدیقی صاحب یک چیزی میگه و دیگه چیزی. خب بانی نمیره که میری صلح با کسی که صلاحیت دادین و همی کل ملت میره قبول کرد جرگی صلح هم یک به اصطلاح هم همکاری و پشتیبانی عامتام برای داد ایره نمیمانه مشکل. به نظر ما این اجازه فرمایید نمی چه یک دیدگار من مطرح بسازم. امروز همکارا خواستن از ارگ یک سخنگویش مهمان برنامه باشن، با اونا تماس گرفتن، گفتن آدرس شورای مصالحه است، پاسخگو شورای مصالحه میتونه باشه، شما با اونا تماس بگیرین، ما در این قبال پاسخگو نیستیم. در قبال صلح پاسخگو نبودن و تشبث نمودن در کار پروسه صلح به چی معناست از دید شما؟ به معنای صلح نخواستن است. حکومت جدا ما یک سال میشه میگه پر میزنم و شدیدا منتقد حکومت و مزمی خاطر هستم که حکومت فعلی مخالف صلح است. و یه از قرائن ما خود جنرال استخباراتی هستم، در امنیت کار کردیم، در وزارت داخله، ما میفهمیم که پشت پرده را یا که هر چقدر دروغ بگوین دروغ میگن. این می حیات هم توتی است، حیات ضعیف مقرر کرد، حیات را که نبا عبدالله مشوره صورت گرفت، نبا دیگه مردم اون دیدین کلا گیرات کرد، حتی عضویت خود رد کرد. این شرم نیست بگو این می حیات ضعیف روان میکنه. وقتی که با طالبا گپ بزنه اول خود جواب طالبا را نداره، وقتی که جواب طالبا را نداشت پس میان
باز برای مردم بانه میگنیم که طالبا خواسته کلان داشتن، هدف یا به تعویق افتادن یا به درازا کشیدن بازی دادن است. مردم بازی میتن، امروز حیات روان میگنیم، امروز یک و نیم سال میشه حیات اش نفری، سه نفری یا پنج نفری یا جو کدن میتنن، وقتی که بین خود جور نیستن با طالبا چی گپ بزنن؟ طالبا خو طوری که شما گفتین، این خبر موثق از خود طالبا گفته که هیئتی که ما فرستادیم عام و تام صلاحیت امضا، صلاحیت توافق و صلاحیت گپ زدن با کمال حدودش داره. از این خاطر یکی از علمای جهد آورد درس، ولی از طرف افغانستان دولت پر مثل ساتیری واره، هر کار کلام که میشه یک کمیسیون جور میشه، ای بچی رهبرایی رهبرایی اون آدم کلانه، همین مخالفین خود خوش میکنه. و بدر یه خو مسئله سرنوشت ملت هستی مصالحه هست، دهی سیاست نکنین، کسایی را بفرستین که دخیل در جنگ بودن، کسایی بفرستین که صلح همه خواهن. اینه میاریم حکومت به شما جواب داده که اداره مصالحه ملی درباره چی گپ بزنه، صلح گپ بزنه، ولی هر رئیس جمهور امرالله صالح سخنگویشان د مسائل صلح حتی حدود قرمز در ترسیم میکنه، باز میگن مسئولیت از دکتر عبدالله عبدالله است. اگر شرف میخوایم جناب آقای مشعل، اگر فرض را بر این بگیریم که پلورالیسم در کسرتگرایی در تصمیم گیری در اظهار نظرها در رابطه با سوال بیشتر شوه، فکر نمیکنید بحث را غامستر بسازه و سایه تصمیم گیری را اتخاذ تصمیم در رابطه با موضوع مشخص را یک مقدار پیچیده تر بسازه؟ این موضوع شما میپذیرید؟ ما فکر میکنیم که اینا او ختم میکنن مایی میگیرن. اگه اتنمی بود یا مردم های نیستن که گپا رو نمیفهم. امرالله صالح طوری که یک جاسوس با افتخار است، یک اطلاعاتی و مسئله مطبوعات و گپا رو خوب میفهمه. ای که یا مداخله میکنن او وقت میکنن، مشکلات ایجاد میکنن، با دکتر عبدالله مشکلات ایجاد میکنن، با پروسه صلح مشکلات ایجاد میکنن که پروسه بتی شوه سلو شوه و یه پنج سال یا دو نیم سالشان مانده یا سه سال اینی تیر شوه، کل گپ سر همین گپ است. ولی دو طرف هم پاکستان آماده است، از این خاطر آماده است که پاکستان مشکل با طالب داره، از ترس طالبانی شدن صوبه سرحد و کویته و بلوچستان طالب حاضر است که همین حکومت افغانستان قبول کنه با اشتراکت طالبان، از این خاطر که وا میترسن که باز امارت اسلامی آمد، از او طرف میترسه که بنام دیورند و پشتونستان خو از ما کسی جای را نگرفت و نخواستن، ولی بنام طالبانی شدن سواد، باجاور، وزیرستان تا لورلایی و تا مناطق درونی پنجاب شاید با این امارت اسلامی بپیونده، یک داعش یا به اصطلاح امارت دولت اسلامی دیگه جور میشه. پاکستان طرف داره صلح هست، حکومت صرف به خاطر بقای قدرت کم ذره مشکل تراشی داره، ولی امیدوار هستیم که حکومت هم امو چیزی که به صلح و به نفع ملت هست همو کار بکنه. سرنوشت تصمیم گیری در رابطه با سال فکر نمیکنید موضوع را یک مقدار چالش‌زا بسازه در میز مذاکره با طالبان؟ سوال درست گرفتن آدم. سرنوشت تصمیم گیری در رابطه با سال چقدر میتونه موضوع را پر چالش بسازه در میز مذاکره با طالبان؟ هنوز باز هم گپای قبلی خود ما تکرار میکنیم، هنوز بسیار وقت ماندن، امی پروسه بسیار مغلق و پیچیده پیش برده میشن. ما یک دیدگاه و نظری دیگه داریم که به خاطر تامین صلح در افغانستان نقاطی را که باید جامعه بین المللی را فشار بتن او امسایه ماست. ما با این گف موافق نیستیم که پاکستان به صلح آماده است. پاکستان در 42 سال فقط منافعش در جنگ هستند. آقای قرار سال ما چیز دیگر بود، هیئت مذاکره کننده است کی تابعداری بکنه؟ حکومت، ارگ، شورای مصالحه ملی، شما بنامی، شخص آقای عبدالله؟ ما و شما به نام وثیقه ملی یک چیزی را داریم که قانون اساسی میگن، در ماده 64 قانون اساسی صلاحیت های رئیس جمهور مسجل هستند و یک نقطه در بند 15 هستند یا 13 هستند که اشتباه نکنم، اعلان جنگ و تامین صلح صلاحیت رئیس جمهور. اما شما از یاد نبرین تفاهم نامه سیاسی 28 ثور سال جاری را. خلاف قانون اساسی است. کدام تفاهم نامه؟ تفاهم نامه در قانون اساسی که چیزی ما نداشته باشیم چی را بگویم؟ به نام حکومت ائتلافی ما چیزی داشتیم، ریاست اجرایی ما داشتیم،
که از ابتدا هم غیر قانونی هستند. یک سری مردم افغانستان تحمیل شده. شما می جلسات ولسی جرگه را فکر میکنیم تعقیب نمیکنین. ما بارها بسطها بار امیر گفتیم که حکومت ائتلافی، ریاست اجرایی به نام این و آن مسائل دیگه خلاف قانون اساسی است. وقتی که قانون نقض میشن، یکی از وظایف ولسی جرگه از وظایف سیگانه ایشان نظارت بر اعمال حکومت است. متاسفانه که به شکل متواتر بلا وقفه قوانین نقض شده که یک نقضشان هم آشکارا نقطه ایجاد ریاست اجرایی است. و اگر اطاعت از وثیقه ملی نشوه، ما شما رایی که انتخاب کردیم فکر میکنیم به ترکستان رفته. بله، پس اگر بحث از اینجا باشه که در تطابقت با روح قانون اساسی نیست، از حکومت وحدت ملی خلاف قانون که تفاهم نامه سیاسی امضا شد، پس صدای وکلا در کجا؟ ما و شما اصلا تفاهم سیاسی را موافق نمیدانیم از قانون اساسی. قانون اساسی 162 ماده هستند، 12 فصل هستند، صلاحیت های قوه سیگانه، مسئولیت های ادبای افغانستان، حقوق بشر، کمیسیون اما آقای قلات‌پور مستقل انتخابات، همش مسیرشان معلوم است. در پای تفاهمنامه سیاسی شخص رئیس جمهور امضا کرد، پس مریال اجراست. ما غیر از او امضا، ما به نقض پیشتر برات عرض کردیم که امیال ما و شما کابینه سرپرست داریم. در قانون سرپرستی دو ما صلاحیت دارن رئیس جمهور که یک وزیر به شکل سرپرست نگاه کنه. اگر اجازه فرمایید امین صحبت ها را پس از وقفه داشته باشیم. باشه مهربانی. رفت و برگشت کوتاه داریم. باز هم خوش آمدین. آقای قلات‌پور، در انضمام صحبت های قبلیتون که میشه به او بپردازین، همچنان یک اشاره بسیار کوتاه داشته باشین. آقای مشعل از هیئت مذاکره کننده یاد کرد. تبصره شما بر فرمت هیئت مذاکره کننده که قرار است با جانب طالبان بشینه چی است؟ هدف از فرمولایتان هستن که هدف از فرمولایتان است؟ بله. خب این فرمت هیئت مذاکره کننده. خب ما بارز معذرت می نقطه را درست گرفته نتونستیم که شما پیش در ادامه صحبت های قبلیتان که داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با تصمیم گیری هیئت مذاکره کننده که قرار است به دوحه بره، بله، آقای مشعل ملاحظات داشتن که اینا نمیتونن در مقابل هیئت طالبا به گونی آنچنانی که باید باشه وارد مذاکره و مفاهمه شود. شما چی فکر میکنید؟ چقدر حقیقت واقعی واقعیت تلخی را باید بیان کنیم که با وصف از اینکه ما میگیم که جامعه افغانی کثیر الملیت است و همه اقوام ما باید ما خوش نگاه کنیم، طوری که مشعل صاحب هم پیشتر یادآور شد که اگر ترکیب هیئت تنها به این باشن که ترکیب قومی و سیاسی را باید ما مراعات کنیم، ما فکر میکنیم که اصلا نمیتونن که نمایندگی درسته. گذشت از بحث قومیت، چقدر اهلیت مذاکره را دارن؟ خب وقتی که قومیت رعایت شد، مثل که فعلا یا متعلق به یکی از رهبرای سیاسی ما هستن، یا از عضو فامیلشان هستن، یا پیروی از تماما احکامشان میکنن، ولی بهتر ای هستن که به نظر ما که اهلیت نمایندگی افغانستان رو باید داشته باشند. ولی ما متیقین به این هستیم که اگر هیئتی که فعلا فرستاده میشن نمایندگی درست کرده نتونن، طوری که پیشترم گفتیم که تعویض میشن و فعلا مذاکرات به مرحله نرسیده که هیئتی ما داشته باشیم که حداقل تحلیل و ارزیابی و ادراک سالم از حوادث افغانستان داشته باشه. نفس مذاکره اقناع مخاطب است. در لویجرگی دوم مشورتی سال یکی از خواسته های اعضا این بود که رهبرزاده ها باید از هیئت دور شوند، افراد خبره سیاسی آگاه بر امور گنجانیده شوند. در گروه طالبان هر یک از اعضای هیئت حداقل سنینشان بالاتر از 40 گفته می شود. 13 نفر از هیئت رهبری است. ریاستش قاضی القضات و کسی که فتوا صادر میکنه داره. فکر نمیکنین که هیئت افغانی در قبال هیئت طالبا یک مقدار نتونه به گونه شاید باید از منافع ملی و ارزش های افغانستان دفاع کنه؟ یک چیزی را که باید اولویت به تیموی هستن که ما باید به اتوریته و فهمیدن و وارد شدن در قضایا
این را هم تنها در نظر نگیریم. به خاطر از اینکه ترکیب ما پیشتر برتان تشریح کردیم که اگر یکی از رهبرایم در این ترکیب هیئت نباشه، ما فکر میکنیم که جنجال را خلق کنه. و در پالوی از این گپ چیزی که مهم هستن صلاحیت هستن. هیئت هر چقدر که وارد باشن، هر چقدر استدلال منطقی هم کرده بودن، علما و ذهنا و در تمام قضایا اونا موافق باشه، ولی تصمیم گیرنده نیست. و وقتی که تصمیم گیرنده نیستن، ای هم تنها یک عرصه شه، یک قسمتی از این گپای مذاکرات رو باید در نظر نگیریم که اینا چرا وارد نیست. وارد در قضیه حکومت هستن و رهبری طالب هستن که وقتی که مذاکره صورت میگیرن، مهمی هستن که اونا چه تجویزی میگیرن در مورد. بسیار خوب. آقای مشعل، آقای شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات فعلی طالبان بر ریاست هیئت آمد. برخی گزارش میتن که آقای حقانی به شدت یک فرد مذهبی، به شدت یک فرد ایدئولوژ، نفس گزینشش در ریاست هیئت مذاکره کننده به نحو امارت خواهی است. با توجه به صحبت هایی که جناب آقای قلاتوال کردن که هیئت مذاکره کننده اگر هیئت پیشکسوت و کسی نباشن که بتوانن استدلال بکنن با جانب طالبا، اما تصمیم گیرنده نیستن، اشکال نداره، شما چقدر موافق هستید؟ با کمال احترام به نظر جناب قلاتوال صاحب، تا حد درست است. مثلا مذاکره در روز اول نهایی نمیشه که تصامیم گرفته شده، مذاکرات مرحله های دامداره داشته میباشن، ولی مشکلی است که امو رودمپ یا نقشه رای مذاکرات نیست از طرف افغانستان. طالبا مولوی عبدالحکیم حقانی شخصی بود که در وقت ملا عمر رئیس محکمه قضایی بود، رئیس محکمه استیناف، بعد از استادم بود، هم استاد از نه تنها که از دارالعلوم حقانی فارغ است، استاد بود در دارالعلوم حقانی، شخصیت علمی و متبحر است در فقه و در مسائل حدود، که مشکل ما در مذاکرات با طالبا مسئله حدود است، یعنی از یک ابهت تمام برخوردار است کاملا. مولوی عبدالحکیم حقانی علما و احتراما از مولای هبت الله کردم بالاتر است. و یکی از عواملی که این آوردن در رأس تیم مذاکراتی، طالبا دچار مشکلات درونی، اختلافات درونی بودن. بعض طالبا میگفتن آتش بس نمیکنیم، بعضی میگفتن آتش بس میکنیم، میره قبول نداریم، بعضی میگفت دیگه قبول. مشکلات بود. گفت مولا ستانیگزای عباس ستانیگزای طالب نه، طالب خواست همو کارای طالبی بد داره، ولی او مولوی نیست، او یک نظامی سابق بود، خلقی هر ولایی که بود آمد دمی دوره تکنوکرات بود، آمد طالب شد مثل بعض دوستای دیگه واره، ولی عالمی نیست که او بتونه از دیدگاه دینی و فقهی و شرعی و گپ زده بتونه. پس با انتبا یک مقدار از بود ارزشمندی بس این هیئت تغییر و تبدیل شد. اصل مثلا این یکی اینی و دیگه اعتماد طالبای جنگی. چون اصل گپ پیش طالبای است که در داخل افغانستان و در بعضی ولسوالی‌هایی که هستن که فعالیت جنگی دارن و حملات میکنن روز و شب، خصوصا در این روزا شما شاهد هستین سخت‌ترین و شدیدترین حملات طالبا در این روز است. با وجودی که مثلا مذاکرات صلح و گپای صلح هم است، ولی در ولایات، در شهرها، در پست‌های مرزی شدیدترین حملات طالبا متوجه نیروهای امنیتی وردوی میری و پلیس میری، از این خاطر که طالبان میخوان از این موقف قوی تر گپ بزنن. بعد وقت نه این طرف لجام گسیختگی و گدودی و انارشیست در طرف ما. اگر با می صحبتی که شما کردین با بحث انارشیزم میخوایم بحث را به پایین برسیم، به عنوان پرسش اخیر، انتظار شما و دورنمایتان از این آغاز مذاکرات، پایان مذاکرات چه است؟ بسیار کوتاه بفرمایید. تا برای که قلاتوان صاحب گفت خودش معلوم میشه. وقتی که مذاکرات، من خوب فکر میکنم در دور اول تیم افغانی با مشکلات زیادی مواجه خود شد. اول تیم در بین خود جور نیست یا موافق نیست، مثل امرالله صالح و دکتر سیف عبدالله که یک نظر بود. اجازه بتین جناب آقای قلاتوان، دید شما رو داشته باشیم، دورنمایتان در رابطه با مذاکرات بین افغانی چی است؟ ما نظر خود پیشتر عرض کردیم که فعلا امیدواری نیست، خاطر از اینکه صلح افغانی نیستن.
و این صلح سیاسی است و تا وقتی که دست های همسایا و کشورهای منطقه خاصتا شبکه های استخباراتیشون کوتاه نشود فکر نمی کنیم که نتایج مثبتی در قبال بسیار تشکر جناب آقای عبدالقادر قلاتوال عضو مجلس نمایندگان جناب آقای لطفلای مشعل ولی پیشین ولایت لخمان از اینکه به برنامه حضور یافتیم بسیار تشکر می کنم و این ترتیب می رسیم به پایان این برنامه وقت بخیر